جنرال جفری فرمانده نیروهای هوایی ستاد فرماندهی مرکز آمریکا گفته است تمامی ابزار قدرت برای فشار آوردن برای هراس افغانان استفاده خواهد شد، هم از لحاظ دیپلماتیک، از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی. ما از هند می خواهیم که در این موارد با ما همکاری کند و اطمینان حاصل می کنیم که پاکستان به هیچ تروریست اجازه ندهد که پناهگاه های امن در آن کشور داشته باشد. ما تلاش می کنیم در نهایت فشار کافی بالای طالبان بیاوریم تا آنها را به میز بیاوریم که مصالحه کنند. هدف این است که از آن روش استفاده کرد تا به افغان ها فرصتی که زمینه را برای امنیت و ثباتی که برای حکومت داری نیاز است فراهم کنند. جنرال 3 ستاره که در مرکز مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا در نیویورک سخن میزد بر اهمیت نقش نیروهای هوایی در میدانهای جنگ افغانستان تاکید میورزد. ما در جریان بررسی نیازمندی های هوایی افغانستان هستیم تا بدانیم که نیازها برای حمایت از شمار افزایش یافته سربازان چیست. ما باید کار کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که هماهنگی هوایی و زمینی وجود دارد و شما می دانید که ما جت های F-16 را در بگرام از 12 به 18 بال افزایش دادیم. نیروهای هوایی افغان یک نقش مهمی را در اینجا ایفا می کند و شمار آنها ظرف چند سال آینده 3 برابر خواهد شد. این در حال است که پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود بر بنیاد طرح 4 ساله آمریکا در افغانستان کنترل دولت باید تا 80% افزایش یابد و نیروهای ویژه و هوایی افغان تقویت شود.